در ادامه وضع محدودیت و ظلم گروه طالبان علیه شیعیان و اقوام غیر پشتون در افغانستان پیروان مذهب اسماعیلی این کشور هم از این ستم طالبان در امان نماندند ساکنان بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند طالبان در دو سال گذشته به صورت هدفمند و پیگیر تلاش می پیروان مذهب شیعه اسماعیلی را که بیشتر در مناطق مرزی با تاجیکستان زندگی می به گرویدن به مذهب سنی بادار کنند منابع آگاه در بدخشان در گفتگو با چند رسانه محلی گفتند که در شهرستان عشاکشم که بیشترین جمعیت پیروان مذهب اسماعیلی زندگی می‌کنند طالبان چندین مدرسه دینی با درس های مذهبی هنفی را ایجاد کردند و کودکان دختر و پسر خانواده اسماعیلی را در این مدارس جذب کردند این منابع همچنین گفتند که طالبان پنج جماعت خانه محل عبادت پیروان مذهب اسماعیلی را به مسجد تبدیل کردند و پیروان این مذهب از عبادت در این مکان ها منع شدند با سلطه دوباره گروه طالبان بر افغانستان این گروه محدودیت های زیادی را علیه شیعیان و پیروان سایر مذاهب غیر هنفی وضع کردند در تازه تری مورد مراسم های ازاداری امام حسین علیه السلام در افغانستان که پیش از این همه سال به صورت گسترده از سوی شیعیان تجلیل می شد اما امسال با محدودیت های شدیدی همراه بود بر اساس گزارش ها گروه طالبان ضمن وضع محدودیت های جدی در شهر کابل و استان قزنه دسته های ازاداری حسینی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سویشان تیراندازی کردند